رادیو همراه بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. صدای من خوب هست؟ صداتون خوبه، بفرمایید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و از زمانی که در اختیار من گذاشتید سپاسگزارم. لطف دارید، بفرمایید. میخواستم در سه مورد از مشورت با شما بهره مند بشم و اینکه اول پرسش هام رو میگم و بعدش اطلاعاتی از زندگی خودم ارائه میکنم. یکی این که یک ارزیابی کلی مایل بودم از خودم داشته باشم تا اونجایی که امکانش هست در این برنامه، با این توضیح که من خودم انسان خودآگاهی هستم و خودشناسی نسبتا خوبی دارم، ولی همواره چیزهایی هستش که حالا درون نگری ناتوان از دیدنشون هستن که فکر میکنم نقطه نظر یک فرد آگاه که از بیرون به ما نگاه میکنه میتونه خیلی کمک بزرگی باشه. دومین مورد این که مایلم بدونم که یک یا دو مشکل اصلی در من رو چه میبینید و چه پیشنهادی برای برطرف کردن یا پذیرفتن و کنار اومدن با اونها برای من دارید. و اما پرسش سومم که پرسش اصلی من هست این هست که الان من در حال در واقع در گذار یک تجربه، یه چیزی شبیه تجربه بحران میانسالی هستم به گمان خودم و به صورت جدی به بازبینی و تغییر مسیر زندگیم فکر میکنم که در واقع این تغییر رو در قالب دگرگون کردن یه سری از پاره روندهایی که همواره تکرار شده تو زندگی و از همه مهمتر تغییر رشته دارم پیگیری میکنم. حالا صبر کنید. شما با موضوعی که طرح کردید ای میامدید دفتر من میگفتم که یه چیزی نزدیک 200-300 ساعت من و شما وقت میخوایم، شما رو با حرف دو تا 15 دقیقه 30 دقیقه‌ای خواهد، این حرف ها اصلا هیچ ارتباطی با کار من نداره عزیز. درست مثل این است که شما به جایی که برید پمپ بنزین بزنید، برید به پمپ بنزین بگید لطفا بیا من و تو وسایل رو جمع کنیم و یه ماشین اینجا درست کنیم و منم 5 دقیقه دیگه سوارش بشم و برم. نه، سر به سر من نگذارید، بذارید من از شما چند سوال کنم. من الان بردید یه جایی، برحال پرسشاتون معقول و منطقی بود ولی ارتباطشو با واقعیت و زمان نفهمم. شما اولا چند سالتونه؟ بسیار، پس من یه کوتاه، خیلی کوتاه. نه شما، نه بذارم در اختیار شما، من باز گیر میفتم. سال من، شما چند سالتون؟ یک دقیقه. من 30 سال سن دارم، فرزند سوم و پایانی هستم. دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم که اختلاف سنیشون با من زیاده، در نتیجه هم فرزند پایانی هم، هم تک فرزندم بگویید. پدر و مادرم دبیر بودن، توی شهر نسبتا کوچیک و کم امکانات و ناهم زبان با خودم بزرگ شدم. مادر من زن آگاه و نسبتا مهربانی بوده که خیلی برای تربیت و تحصیل بچه‌هاش از خود گذشتگی کرده و پشتیبان ما بوده. پدرم مرد نسبتا عزلت گزینی بوده، خشن بوده تا اندازه‌ای و البته باهوش بوده. برادرای من اختلاف سنی کمی با هم دیگه دارن و دو تا شخصیت متضاد دارن. توی طرف خانواده مادری من یه گرایش‌های به هنر دیده میشه، پیشینه وسواس دارن. در طرف خانواده پدری من هم وسواس دیده میشه، هم افسردگی. این خب به من یه کوتاهی خلاصه از زندگی. دو تا برادرها با شما فاصله شون چقدره؟ 7 سال 9 سال. اوکی. به من بفرمایید چی خوندید شما؟ من رشته مهندسی خوندم. چه مهندسی؟ مهندسی کامپیوتر. اوکی. از کجا تلفن میکنی؟ از اروپا. چه مدتی از اروپا هستی؟ 4.5 سال. ولی مدارکتون ایران گرفتید یا بختش های اروپا؟ من در واقع لیسانسم رو ایران گرفتم، فوق لیسانسم رو توی اروپا گرفتم. بسیار خوب. حالا بزرگترین موضوع و مسئلهی که خودشناسی رو راه کنید چون یه قصه دیگه. بسیار خوب. بله بله. بریم سراغ موضوعی که به عنوان یه مسئله میتونه مطرح بشه، شاید ریشه های اون ویژگی روانی شما رو مشخص کنه کدامه؟ من ممکنه یه خیلی کوتاه یه مقدار باز بکنم درباره خودم یه چیزی بگم و بعد سوال مطرح بکنم یا نه؟ حتما. بسیار خوب. شخصیت من به این صورت هست که از زمان کودکی در واقع سری چیزهای در من خیلی پررنگ بوده. یکی اینکه علاقه به هنر و موسیقی داشتم، آدم کنجکاو و پرسشگری بودم و خلاقیت داشتم. یعنی از کودکی این بوده. مهمترین ویژگی خودم رو میتونم این بگم که توان درک انتزاعی در من به صورت غیر معمولی زود ظاهر شد و تقریبا توی تا 17-18 سالگی به آستانه خودش رسید و هموارم یک گونه شاعرانگی در طبع من محکد بوده. این درباره من. توی مدرسه تیسوشان درس خوندم.
آدم خیلی علاقمند به علمی بودم، ولی حالا تو کنکور خیلی موفق نبودم، علارغم اینکه در آغاز این راه اون دبیرایی که اونجا بودن و خیلی با تجربه بودن فکر میکردم من خیلی خوش خواهم درخشید، ولی همچین اتفاقی نیفتاد. توی دوره مدرسه اون درس دوره در واقع دوره دانشگاه همون میخوندم و انتخاب قاطع هم بود اون رشته مهندسی که انتخاب کردم، و زمانی که وارد دانشگاه شدم من تقریبا همون درس‌های اساسی و سخت اون رو کاملا بلد بودم، ولی مثلا اینجاست که درسایی که حالت نظری و چالش برانگیز و نیاز به خلاقیتاش خیلی خوب بودم توش، ولی اونهایی که کار عملی میطلبید و یه مقدار کار گل داشت من هیچ وقت طرفشون نمیرفتم و با سختی همیشه اینا رو پشت سر میذاشتم. به هر ترتیب آخه من تو رشته اولا دو تا سوال دارم، یکی چرا در کنکور ندرخشید، دوم تو رشته کامپیوتر کار گلش چیه؟ آخه اینا که همش مثل این که همش یه جوری کار گله. من حالا اون بحث خیلی ریاضی و اینش برای من جذاب بودش، حالا یه بخش کار عملی هم داریم که برای من جالب نبوده، این اندازه میتونم بگم. خب بله، بعد حالا من با این حساب در واقع دوره کارشناسی من گذروندم، لیسانسم و برای در واقع فوق لیسانسم یه دانشگاه خوب تهران قبول شدم، رفتم اونجا ولی وسطش فیل کردم، پذیرشم از یه دانشگاه اروپایی اومد و اومدم توی اروپا. اونجا هم وضعیت به همین منوال بودش که برنامه خوبی، چون اینجا خیلی آزادی عمل داشتش، من یه برنامه اصلا خودم برای خودم طراحی کردم برای در واقع تحصیلم که برنامه جالب و حساب شده هم بود، ولی خب مسئله منتها چون حالا وضعیت زندگی اینجا خیلی ناپایدار بود، چون باید کار میکردم و اینها در کنارش برای هزینه های زندگی، باز هم خیلی وضعیت زندگی ناپایدار بود اینجا. 7 شغل مجبور شدم تو دوره دانشجو عوض بکنم و خب سخت گذشت و نتونستم اون برنامه رو خیلی خوب به پایان ببرم. به هر ترتیب من توی یک، یعنی اصل مسئله من اینجاست، من اونجا یکی دو تا درس باز نظری و خیلی سخت بود که من خیلی خوب درخشیدم توش، به واسطه اون با یه استاد تراز اولی تونستم ارتباط برقرار کنم، پایان‌نامه‌مو با اون برداشتم، ولی اون هم چندان خوب پیش نرفت در نهایت، یک کار موفق علمی در پایان از آب در نیومدش. به هر ترتیب این بود که من اون آخرا حس می کردم که اصلا دیگه هیچ میل و رغبتی به این رشته به اون صورتی که در گذشته دارم نداشتم، انگار یک دغدغه های تازهی برای من ایجاد شده و دیگه هیچ پرسشگری در این زمینه ندارم. این که همواره فکر میکردم که من بلافاصله پس از این که فوق لیسانسم رو تموم کنم میرم در همین رشته دکتری میخونم، اما اینجا خیلی به شک افتادم که خب یه شک ریشه داری هم بود، یعنی خیلی داستان ها اون پشت بوده که من به همچین شکی رسیدم. با خودم فکر کردم، یعنی اینجا دیگه 28-29 سالم بود، با خودم فکر کردم که این مقدار زمان بدم به خودم و این بار دوباره توی 29 سالگی یک وارسی بکنم زندگیمو و دوباره تصمیم بگیرم که آیا واقعا میخوام این راهو پیش برم یا نه، نیاز به یک بازبینی جدی داره زندگی، میتونم باید رشتم رو عوض بکنم یا نه. این که الان مشغوله به کار هستم همینجا تو همون کشوری که بودم و دارم فکر میکنم که تغییر رشته بدم و خیلی کار کردن در این زمینی مهندسی، یعنی توی محیط کارش که قرار میگیرم، خیلی ناخوشاینده برای من و الان دوچار یک بیمعنایی و بتالت شدیدی شده زندگی من که دارم بهترین ساعات هر روزم رو صرف کاری میکنم که دیگه معنایی برام نداره و اهمیتی هم برام نداره، یعنی صرفا برای اینکه از پس مخارجم بر بیام دارم این کارو میکنم. این وضعیتی که الان درش هستم. خب آخه به من بگید رشته‌ای که فکرتون هست که شاید بشه علاقه من بشید یا بخونید. بله. من فکر میکنم حالت خوبه، من الان خیلی علاقه‌مند به خوندن رشته فلسفه هستم و در کل هم مایلم که کارم در زمینه کار دانشگاهی باشه، یعنی شغلم، ولی خب پیچیدگی ها و سختی هایی داره همچین انتخاب اینجا، یعنی یک فرایند خیلی پیچیده ای رو باید از سر بگذرانم تا بتونم به همچین جایی برسم، و از طرف دیگه رشته مثل فلسفه مقدار از نظر در واقع کار پیدا کردن در آینده میتونه خیلی سخت باشه، قطعا خیلی سخت‌تر از رشته کنونیم هستش. مسئلم الان اینه در واقع. حالا شما چرا نرید ریاضیات محض بخونید؟
با این زمینه ابسترکشن و تجریدی که دارید، شاید حتی ورودتون هم از اون طریق به فلسفه بهتر، برای که تمام فلاسفه بزرگ این قرون اخیر ریاضی و فیزیک می دانستن. حالا این فلسفه که مد نظر من هم هستش، فلسفه در زمینه علم و علم و ریاضی هستش، اون چیزی که میخوام بخونم. خب یعنی فکر کنم شما بهتر ریاضیات ریاضیات رو بخونید همراه با فلسفه هم در کنارش. یعنی ریاضیات هست که پایه کاری شما میتونه باشه، و بعد گفتم از اونجاست که شما ورودتون به چارچوب فلسفه ممکن میشه. گفتم باز فلاسفه بزرگ 200-300 سال گذشته رو که نگاه کنید، فیزیک و ریاضی کارشون بوده، کار اصلیشون، از اونجا به فلسفه آمدن، و یا حتی برخی از اوقات تخصصی در رشته فلسفه از دانشگاهی نداشتن. بنابراین با توجه به زمین ابستره و تجریدی که شما میگید، بهترین کار خوندن ریاضیاته. با کارتون هم مرتبطه، ضمناً اون کار گلد رو اصلا ندارید، اونم ریاضیات، حالا نه ریاضیات کاربردی بلکه ریاضیات محض که امروز بسیار هم معتبر است و البته درست مانند فلسفه فقط به درد تدریس در دانشگاه میخوره، و این هدفی است که با توجه به ویژگی روانی شما در جهت توضیح و توصیفی بودنتون هم به درد معلمی میخوری، چون علم علمه ولی معلمی هنره، و به نظر من اون مایه هنری رو هم دارید. بنابراین چرا نیاد شما ریاضیات بخونید و از اونجا هر گریزی به هر دلیلی به فلسفه هم میخواید بزنید، میتونید بزنید. حتی در یه جایی مانند اروپا میتونید هر دو رو بخونید. فقط اشکال کار این است که زبان فلسفه اروپا، مثلا اگر یه جایی مثل آلمان اینا باشید، زبان سخت و سنگینیه، و این معمولا مرتبط میشه به افراد بومی. بعدم پرسش دیگری که اینجا مطرح است این است که بعد از به هر حال تحصیلاتتون، همکنون فکر میکنید تمایل شما به رفتن به ایران یا ماندن در اروپا است؟ چون اونم یه مقدار جهت و هدفتون رو مشخص میکنه. بنابراین پیشنهاد میکنم بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما به دو تا نظر من درباره خوندن ریاضیات از یه طرف و از جانب دیگه ریاضیات و فلسفه، و بعدم پرسش در جهت اینکه کجا میخواید زندگی کنید، یه مقدار کار رو تا حدودی روشن‌تر میکنید. صحبتی که کردیم در واقع من توضیح دادم که الان در چه وضعیتی هستم، چه کاری میخوام بکنم. شما چند تا سوال پرسیدید، درباره ایران پرسیدید، ایران رفتن یا نه، کجا میخوام زندگی بکنم. من علاقه مندی حتمیم اینه که در نهایت برگردم و در ایران زندگی بکنم، ولی حالا در شرایط فعلی اصلا این چیزی نیستش که ببینم. در آینده اگر بتونم میرم حتما. درباره ایران، درباره گزینه این مثلا چرا به جای فلسفه ریاضی نه، یکی این که الان من اگر بخوام گرایش خاصی از فلسفه که مد نظرم هست، این دانشگاهش رو پیدا کردم، رشتهش رو پیدا کردم، آنچنان از نظر زبانی مسئله نخواهد داشت که شما اشاره کردید. چون چه رشته این گرایش فلسفه چی هست؟ این گرایش فلسفه علم که هستش، این اساسا انگلیسی زبان اصلا. این از آغاز فیلسوفانی که روی این کار کردن خیلی فیلسوفان انگلیسی زبان بودن. نه اونو متوجه ماجرای فلسفه دو تا بخش شناخت و هستی رو داره، ولی وقتی شما راجع به فلسفه علمی صحبت میکنید، در حقیقت نگاه علمی به اون علمه، چه در آغازش و چه در پایانش، به عنوان فلسفه علمی. بنابراین فلسفه فیزیک یا فلسفه حتی ریاضی در حقیقت یه نگاهیست به پرسش های اول و آخر این علم از نظر علمی. بنابراین نگاه علمی به فیزیک، خود فیزیک به عنوان یک علم هست. من اون مفهومی است که از فلسفه علم میفهمم، ولی اینکه شما اگر چیزی غیر از این میگید، میخوام بدونم چی دارید میگید، برای که من باش آشنا نیستم. من وقتی کسی بهم بگه من فلسفه علم رو میخوام بخونم، معمولا برمیگرده به شاخه های، حالا میتونه شاخه های فیزیکی باشه، مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینا باشه، میتونه زمینه های زیستی و حیاتی داشته باشه که همون بیولوژی و پزشکی و اینا رو در بر میگیره. یعنی من این میفهمم. بنابراین شما اگر میخواید فلسفه علم بخونید، مقصودتون اینه که اگه بگم یه تعریفی توصیفی ازش یه دقیقه داشته باشید چیه؟ این بیشتر در واقع اون بخشش که مد نظر من هستش، حالا میتونه بخشش به فلسفه ذهن مربوط میشه که حالا با هوش مصنوعی و اینها در ارتباط، بخش دیگهش بخش منطقه که دقیقا کاری بوده که من خودم کردم توی دوره ارشدم. این که میگم راه دوری نمیره واقعا، یعنی آنچنان جهش یا انقطاعی برای من نیستش، ولی حالا یه مقدار کلی تر برم، یعنی وارد این جزئیاتش نشم،
اینکه چرا دقیقا میگم فقط یعنی فلسفه شما به من چند تا بگید یه دانش. دانشکده ای هست، نصب کنید من نفهمیدم اتون. یعنی اون بله توضیح نه، یعنی فرض کنید دیپارتمنت فلسفی رو شما برید دانشگاه انگلستان یا فرانسه یا ایران، این بله دیپارتمنت تخصص هایی که میدن معمولا مثلا یه فلسفه عمومی است که شما روی چیزی کار میکنید. آیا نامی توی یه دیپارتمنتی در یه دانشگاهی هست که جداست از مفهوم فلسفه عمومی و عام که اسمش فلسفه علمه؟ نه در واقع در دانشکده فلسفه هست این هم، و بله دقیقا فلسفه علمه به صورت خاص در باید اوکی، این بار. خب برامه یکی از اجزا مثل یکی از درس ها میمونه، مثل بله که شما برید جامعه نه شناسی یکی از بخونید. درسان است کلن، در واقع کارشناسیش اونه ولی دوره فوق لیسانسش نه، به صورت تخصصی به اونها کار میکنه اوکی، و اینجوری. وقت تاکیدش رو کدام علوم هست؟ در واقع مربوط به همون منطق و منطق تحلیلی و اینها میشه که خودم هم کار کردم، یعنی اصلا درساشون رو هم خب اون نگاه یه کردم نگاه خیلی نقدی. نه خب اون یه نگاه فلسفه است به خود فلسفه، برای اینکه حالا با هوش مصنوعی اینا که اون اصلا قسم نورولوژی و یه گفتگوی دیگری است در ارتباط با مغز. اوکی برحال نمیدونم کجا کدام دانشگاه است، کجا هست، عنوانش هم فلسفه علمی فلسفی بله اف حالا ساینس. اگر اجازه بدید اینها رو نگم اوکی ولش دقیقا، کن. ولی اوکی میگم من مکاتبه که کردم یعنی شرایط خیلی شدن، یعنی خوب به نظر میاد در این زمینه و اوکی خوب هم هست اون دانشگاه، یعنی دانشگاه معتبری است. very good بسیار عالی. ولی حالا خیلی میخوام در یه مقدار در روی خود این چرا فلسفه مد نظرم هست صحبت بکنم، و اینکه یه سری نگرانی هایی دارم و یه سری مشکلات که حالا یه مقدار نظام اون چیزی که تو ذهنم بود میخواستم بگم در این گفتگو به هم ریخت، الان فکر کردم و منظمش کردم، اینها رو میخوام بگم. یکی این که حالا بحث انتزاعی بودن بود که اشاره کردم، یکی تحلیلی اندیشیدن، موشکافانه اندیشیدن خیلی مد نظر من هست، علاقه به کار به فضای دانشگاهی برای کار هست، و از همه مهمتر این که آثار فلسفی رو میشه در این زمینه رو که میخونم، زبان فیلسوفان خیلی به زبان ذهنی من نزدیکه، خیلی نزدیکی رو به صورت جدی حس میکنم، و اینکه درگیری با زبان و واژه ها داشتن و واژه سازی این یک کنش بسیار جذاب و خوشایند برای من، و اینکه در واقع جان مطلب رو از توی یک واژه بیرون کشیدن و اینها رو دقیقا کنار هم گذاشتن و کار رو اینها، یه کاریه که خیلی کار هر روز در واقع کار ذهنی هر روزه من بوده، و اینکه در واقع بتونم به جان امور گوناگون از سیاست و فناوری گرفته تا به هنر و دانش و ذهن وارد بشم و درکشون بکنم و راهبری بکنم و یک آفرینشی در اون زمینه داشته باشم، کاری که فیلسوف ها میتونن بکنن ولی شما در رشته های دیگه اصلا همچین گستره ای رو نمیتونی پوشش بده، که یه مقدارم این بالا با ویژگی های شخصیتی من که بچه آخر بودم و اینها احتمالا در ارتباط هستش که خب من سودای کارهای زیادی انجام دادن رو در سر داشتم. این از در واقع دلایل من که چرا مایلم به فلسفه، ولی دو تا مورد هست اینجا، یکی نگرانی های منه، یکم چکیده مشکلی که من خودم میتونم درباره خودم ببینم، مایلم که درباره اینو با شما صحبت بکنم. مشکل اصلی من توی این مدت این بوده که من توی زندگیم برنامه ریزی داشتم، زمان صرف کردم و تلاش هم داشتم، ولی آنچنان در قیاس با اون نتیجه ای نداشتم، و اینو سه تا احتمال براش میدم که چرا این اتفاق افتاده و این تکرار شونده بوده در زندگی من. یکی این که هوشمندیم به اندازه بلند پروازیم نبوده، دوم این که پراکندگی و آشفتگی ذهنیم پایبندیم به یک برنامه سخت و نظاممند بلند مدت و که مورد نیاز برای هدفم هست رو ناممکن کرده، که این دوتا حالت میتونه داشته باشه، یعنی دوتا بخش میتونه داشته باشه، یکی بخش روانی و رفتاریشه که حالا من حس میکنم یک خشم انباشت شده ای در درون من هست، و یک بخش زیستی میتونه داشته باشه در واقع مغز من، که شاید من یک ناتوانی در تمرکز کردن دارم و وسواس فکری شاید داشته باشم، که دارم البته این وسواس فکری. و احتمال سوم هم این هست که جایی که هستم به صورت خاص درباره رشتم دارم صحبت میکنم، جایی که هستم اصلا جای من نبوده، یعنی اینکه و در واقع رشتم رشته مناسبی نبوده آنچنان برای من. خب اگه این باشه پاسخ معنادار و جامع و موجهی و گستره مشکلاتیه که من توی مدت داشتم، ولی نمیتونم تشخیص بدم که کدوم یکی از اینا. یک مسئله اصلی من. خب آخه من در این باره بفهم. نه البته نمیدونم مورد دیگر، چون گفتم
همطور که در آغازم اشاره کردم، این بحث یه بحث بسیار مفصلی است، ولی بذارید بهتون بگم حدس من چیه. حدس و گمانی که دارم اینه که شما دو تا زمینه ای که معمولا کمتر وجود داره رو دارید. یعنی از یک طرف یه زمینه خفیف منیک دیپریشن در شما میبینم که حالا دیپریشن خودشو نشون داده یا نه ازش خبر ندارم، ولی تو حرفاتون علائمش بود، یعنی این دو قطبی بودنه هست. ولی معمولا دو قطبی بودن با وسواس ابسشن اونقدرها در ارتباط نیست، مگر زمینه استرابی شدید همراه با گونه خشم و کینه و تنفر که نمیدونم از کجا میاد. ولی البته با توجه به اینکه هر دو پدر مادر شما اگر اشتباه نکنم معلم بودن، در اون میشه دید مثلا با نقشی که مادر داشتن. بنابراین الان اگر به من بگید تو با توجه به این وقت کم چند دقیقه ای تشخیصت چیه، میگم یه ترکیبی که کم هست ولی از یه طرف ابسشن، وسواس، از جانب دیگه منیک دیپرشنه، ولی همه خفیفند. ولی اون توانایی شما برای هوشمندیتون بر نظر بهره هوشیتون باید بالا باشه، اونجا مشکلی ندارید. و این درگیری الانتون به خاطر اینی که واقعا سر از یک جهاتی سر چند راهی قرار گرفتید، همینقدر که راه رو انتخاب کنید آروم میگیرید و بعدم حتی اگر همه اینا رو میخواید، بعد از رسیدن به هدف مشخصی که هست، مثل فرض می گرفتن دکترا در رشته ریاضی فیزیک یا ریاضی فلسفه، حالا هر کدام از اینا با توجه به یا همون فلسفه علمی که به دنبالش هستید که به نظر من یه ترکیبی از ایناست، اون موقع میتونید مثل کسی که حالا بر میگرده، حالا که خونهش رو خریده میره، اساسیش هم میخره، اونچه که لازمه میخره رو میتونید برای خودتون فراهم کنید. فقط اشکال کار اینه که مقداری به دلیل زمینه شخصیتی که پیدا کردید عجله دارید، یعنی و تو حرفاتون میشه دید، در حالی که برای پسر 30 ساله‌ای که به مهاجرت آمده ابدا شما عقب نیفتادید، بلکه به هر حال گشت و گذارهای دیگری هم دوربرتون زدید. و درست است که آدم در این موارد هرچی بیشتر بدون پرسش‌های بیشتری داره و یا دورایی‌های بیشتری در مقابلشه، ولی جایی برای نگرانی نیست، برای که خوشبختانه هنوز شما برای رسیدن به یه نقطه‌ای تو این زمینه 10 سال وقت دارید. یعنی شما اگر در 40 سالگی ماجرای تکلیف دکتراتون و ایناتون رو روشن کنید و به رشته های نزدیکش هم ارتباط خودتون رو برقرار کنید، آروم میگیرید و به ویژه و اصلا بحران میان سالی یا چیزی از این قبیل در کار نیست. فقط شما به دلیل فشاری که از در خانواده روتون بوده یه مقداری عجله دارید و بنابراین وقتی آدم بهتون بگه کی میخوای برسید، پاسخ شما این است که دیروز. و بنابراین چون باید به فردا و فرداها آدم ها رو مراجعه بدید، از اون بابت خوشحال نیستید. بعدم با توجه به حرفی که در جهت بازگشتتون به ایرانه، به دلیل آگاهیتون و به هر حال تسلطتون به زبان فارسی که بیشتر هم خواهد شد، حتما جایگاه شما دانشگاه های ایران و استادی در اونجاست و بنابراین شغل و کاری هم برای آینده معتبر تو این زمینه خواهید داشت، برای اینکه با توجه به توانایی هاتون مشکلی برای ورود به کادر علمی دانشگاه خوبی مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه دیگه نخواهید داشت. میتونم چیزی بگم؟ حتما عزیز. حالا این موردی که درباره دو قطبی گفتید یه گمانه‌زنی هایی داشتم، ولی هنوز هم خیلی اطمینان ندارم، چون در هر صورت حالت دو قطبی یک افت و خیزی باید داشته باشه و من آنچنان افت و خیزی در خلق و خوم در گذر زندگی نبوده، معمولا گوشه‌گیرتر بودم تا اندازه این نشدید اصلا، یا معمولا کمی بی‌حوصله بودم که حالا بخشیش هم اصلا به خاطر شاید یه سری کمبودی ویتامینی چیزی بود، حالا مثلا نور آفتاب کم بود یا همچین مسائلی. و حالا الان حالتی که حالت عجله و اینها هستش در شخصیت من آنچنان که شما گفتی، ولی نمیدونم اون چیزی که الان هست و یک حالت سودا زده ای داره نسبتا، نمیدونم، شاید به خاطر قهوه
قلیلیه که خوردم، نمیدونم این خیلی دراز مدت در من نبوده، ولی نمیدونم روی این فکر میکنم. نه ببینید، چون شما تنها الان بفهمم تفاوتی که با نظر من داشتید این است که اون چیزها رو به صورت اینکه جا افتادند و در شما هست نمیبینه تا در حال حرکته، و این دقیقا نشون دهنده خفیف منی که گفتم در مورد افسردگیتون نمیدونم، منی که شما در حقیقت به جای آب یخ زده یه دریای به هر حال پر موجید، و این موج ها و اوج هاست که موضوع شماست، ولی من چیز خاصی نمیبینم. آنچه که در شما میبینم یه مقدار حسرت برای نداشتن وقت و یا امکانات و فرصت برای حرکته، یعنی همون چیزی که برخی از اوقات من دوستان دیدم که 24 ساعت کمشونه، امیدشون این بود که البته هیچ معنایی هم نداره این حرف، که مثلا ساعت ها 30 ساعته باشه که وقت دقیقا همچین امیدی داشتم منم همیشه. و بعدم میدونید عزیز در بسیاری از موارد من یکی از بزرگترین مشکلاتم تو کنفرانس ها میدونید چیه؟ این نیست که چی بگم، چه چیزایی رو باید نگم و حذف کنم تا بتونم حرفم رو بزنم، بنابراین اون رو کاملا میتونم بفهمم که چی میگید، فقط یک کمی مجبورید متاسفانه در قالبی که هستید حرکت کنید، یعنی نمیتونید پوستتون رو بترکونید از توش بزنید بیرون، مجبورید در این پوست یا پوسته بمونید و باید به اون عادت کنید و به هر حال بپذیرید که من فقط کافی است که پیوسته برم، ولی اگر آهسته هم هست من رو حتما به هدفم میرسونید، همون حرفی است که میگم ما بالاخره به آسمان میریم اگر پله داشته باشه، ولی که بالاخره پله رو پشت سر میذاریم. من نگرانتون نیستم، نگران شغل و کار آیندهتون هم نیستم، و بعدم شما رو کاملا مناسب برای تدریس در دانشگاه های ایران میبینم. اجازه دارم یکی دو مورد دیگه بگم؟ حتما حتما، منم 4-5 دقیقه و 3-4 دقیقه وقت دارم در خدمتونم. خیلی ممنون، متشکرم. یکی که یه مورد دیگه که در خودم میبینم پررنگه اینه که از مشکلات اینه که اجرای کردن تصمیم‌ها برای من سخت هستش، یعنی زمان درازی رو به تردید میگذرونم و با خودم کلنجار میرم تا تصمیم بگیرم بعد به اجرا برسونم. در واقع میخوام همه چیز رو بسنجم، اندازه هاشو نسبت هاشو با هم تا به یک تصمیم برسم. خیلی آزاردهنده است و خیلی توی روند برنامه ریزی و اجراش برای من مشکل ایجاد میکنه. مثلا همین زنگ زدن به شما خیلی زمان برد تا این کارو بکنم. به گمانم دلیل اصلیش استراب و نگرانی از آسیب دیدن باشه که در من نهادینه شده. نه نگرانی استراب است، این مقدار کمال پرستی شماست و خفیف وسواس. نه کاملا پیداست. درسته که ما آدم ترسناکی هم، ولی نه اون اندازه. بنابراین گفتگوی با من قرار نیست انقدر نگران کننده باشه، ولی میفهممتون. بعدم شما نمیخواستید دفعه من یه جوری شما رو عرض کنم که سر و ته رو بدون که بدونم بزنم از شما یه چیزی در بیارم که شما خودتون مطمئن نیستید و خودتون رو دست من نمیخواستید بدید. متوجه هم چی میگه؟ نه نترسید، به هر حال به اندازه کافی توانایی رو دارم که در آدم ها وقتی که متفاوتند و استثنایی اون رو متوجه بشن، و بنابراین بهتون میگم استثنایی بودنتون مشخصه، ولی راهی که دارید متاسفانه پر پیچ و خمه. اتومبیل شما بسیار سریع و تند، سرعتش چند برابر دیگرانه، و همینجاست که من فقط امیدم این است که قبول کنید آهسته برم و برسم تا اینکه زودتر برسم به همین. من همیشه فکر میکردم که اگر استعداد ویژه‌ای در زمینه ای داشته باشم، در زمینه روانکاوی و فلسفه هستش، و دیگری در زمینه هنرهای تجسمی. نظری درباره این حرف من دارید؟ نه من فکر می‌کنم شما هنوز تو زمینه تجرید و انتزاع بهترید، برای که اونجا میتونید یه عالمی است که درش بازه، شما به مجرد که وارد اون زمینه ها شدید یه دفعه قواعد فیزیک جلوتون رو میگیره، مانعتون میشه، در حالی که اون چیزی که آزاد است و میشه رهاش کرد رفت زمینه تفکر و تعقل و اندیشه است که حالا یه دست اصلا نمیفهمن چیه ولی راجبش حرف میزنن. بعدم رشد موضوعی است که ادامه داره و دری است که بازه، محدودیتی نداره عزیز. اونجایی که انسان آزاد و رهاست در زمینه ذهنه، یعنی پر پرواز رو اونجا میشه به راحتی داشت و حرکت کرد. بنابراین شما حتما باید ریاضی، فیزیک، فلسفه رو
به گونه ای بخونید و فلسفه علم دقیقا همینه و دانشگاهی هستن میدونم حتی مثلا MIT یا اینا اگر اشتباه نکنم تو همین زمینه ها مدارک یا مدارج دکترایی دارن، بنابراین بله. از اون دانشگاه هم غافل نشید برای که اول حداقل در این زمینه ها دانشگاه اول دنیا است. هیچ امکانش هست من یک سوال دیگه بپرسم؟ فقط یک دو دقیقه وقت دارم جان. خیلی ممنون. نگرانی است، یعنی من اگه 25 سالم بود بی هیچ چیزی بی هیچ تردیدی میرفتم و این کارو میکردم، ولی نگرانی اصلی من الان از دو چیزه، یکی سنم و اینکه زمان رو خودتون بفهم. نکن عزیز، گفتم 40 سالگی تو برسی به پایان مطالعه و تحقیقات دانشگاهیت کافی است. من حتی با وجودی که میدونم 35 و 6 میرسی، ولی حتی گفتم چه اصلا فکر نکن عزیز، مهم اینه که فقط در راه باشی. شما هنوز 50 سال عمر خلاق در انتظارتونه، یعنی به راحتی تا 80 سالگی شما میتونید هم به خوبی بیاندیشید هم حتی پیش برید به خوبی. فقط کافی است مواظب خودت باشی، 50 سال هم وقت کمه. تو بی خودی خود تو توی 4-5 سال نبر، گذشته در گذشته، آینده در مقابلته. فقط مهم نیست که آهسته میری، یادت این حرف من باشه، مهم اینه که پیوسته بری، اون تداومه. و بسیار بسیار خوشحال شدم باید صحبت کردم، یه وقت دیگه هم خواستی بیای روی خط حتما حتما بیا و از منم اونقدر نترس، اونقدر هولناک نیستم و خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز. همچنین.